سنگر آزادی است و ما این سنگر آزادی را حفظ خواهیم کرد. این خطاب به شما دانشجویان عزیز و بزرگوار، کلام آخرم، ممکن است دانشجویان را زندانی و سرکوب کنند، اما نه، جنبش دانشجویی و دانشجو از بین رفتنی نیست. این فکر باقی موندنی است، چون حقه. این فکر جای خودش را در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد. این پرچم اگر امروز هم از دست ما بیفتد، فردا کس دیگری آن را بلند خواهد کرد. ما حق داریم که از مشکلات و خطرات نهراسیم و از آنها استقبال کنیم و حق داریم این دکتوری های زمانه را میشتند بزنیم. و حرکتی و آینده مال ماست. به این نکته ایمان داشته باشیم که آینده متعلق به جنبش دانشجویی و انقلابیون راستین است. پیروز باشیم. همانا حسن عباسی، همانا تئوری شما، تئوری ترور و وحشت و صدور سلاح و جنگ و حمایت از بشار اسد دیکتاتور و خونریز است. آری تئوری شما بازی کردن با احساسات ملی و مذهبی مردم و دفاع از حرمهای وجود نداشته و حبس و عزت است. کدام حرم؟ آری تئوری شما دفاع است. تئوری شما، گفتمان شما دفاع از قتل عام‌های فجیع، غیر انسانی، غیر قانونی و غیر شرع سال 67 است. آری گفتمان شما بالا رفتن سفارت کشورهاست. تئوری شما خرج بودجه مملکت را به حساب حزب الله لبنان می‌ریزد که به اعتراف خود حسن نصرالله سلاح، معاش، خورد و خوراک، حتی لباس‌های زیرشون را بودجه مردم ایران تأمین می‌کند. و کلام آخر این که ما خیانت‌ها و جنایت‌های شما را نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم و داغ دل مادران سرزمین ما را مردم از شما خواهند گرفت. وا فریادا ز عشق، وا فریادا، کارم به یکی طرف نگار افتادا، گرداد دل شکسته دادا دادا، ورنه من و عشق هرچه بادا بادا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مدعوین گرانقدر و گرانسنگ. خیلی خوشحال هستم که در بدو ورودم به آلمان و خروج اجباری از ایران، اولین جلسه که درش حضور پیدا می کنم جلسه انقلابیون و هواخوان مجاهدین خلق هستش. و خیلی ناراحت و حزین هستم که رفقا و دوستانمون رو در زندان‌های رژیم تنها گذاشتم. امیدوارم رفقا بر من ببخشند که الان اونها باید در زندان‌های رژیم باشن و بنده خارج از کشور. در حضور شما بزرگواران واقعیتش صحبت کردن خیلی سخت. انقلابیون راستین، کسانی که از قدمای مجاهدین خلق هستن، و بنده جسارت میکنم و در خدمت شما به حسب دعوتی که شد اینجا ایراد سخنرانی میکنم. حول سه محور عمده، یک گزارش تحلیلی از وضعیت فعلی ایران و جنبش دانشجویی ایران و سرکوب و تبعیض و خفقانی که در شرایط فعلی وجود داره، و همچنین چشمندازهای قیام، و در اول بحث به فراخور ایامی که درش هستیم به مناسبت 19 بهمن عرایض رو خدمتتون عرض میکنم. خب همونطوری که شاهد هستیم 19 بهمن یادآور جنبش سیاه‌کل هست. جنبش سیاه‌کل 19 بهمن 49 که سرآغازی بود برای مبارزات مسلحانه در کشور علیه رژیم وقت،
و راهگشایی بود برای دیگر مبارزات مسلحانه که جاده رو هموار کرد. اما در مورد وضعیت فعلی ایران، ما هم اکنون در ایران با سه پدیده مواجه هستیم: یک مورد فسادهای گسترده دولتی و حکومتی، مورد دیگر میزان بالای بیکاری و استبداد مذهبی، استبداد دینی. ببینید، هم اکنون در ایران فساد دولتی و حکومتی فساد شخص یا اشخاص نیست، یعنی فساد چند نفر نیست، فساد ساختار، فساد به صورت سیستماتیک ریشه دوونده در کل جمهوری اسلامی ایران. به چه شکل؟ ما الان شاهد هستیم نهادهای کثیری در ایران وجود دارن که اصلا به هیچ عنوان جوابگوی مردم نیستن: آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، که هیچ گونه کارتل اقتصادی ندارن، مالیات پرداخت نمی کنن و جوابگوی مردم نیستن و فسادشون به صورت کاملا ساختاری و سیستماتیک شده که خب رژیم میاد به صورت یک پروپاگاندایی برای خودش اشخاصی رو مطرح میکنه. در صورتی الان به قول حافظ، یعنی از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، وارد هر سیستم و اداره‌ای که شما در نظام جمهوری اسلامی بشید شاهد این چنین فسادهای ساختاری خواهید بود که نتیجهش همین خیزش‌های اخیر شده، خیزش‌های دیما. و دیگر اینکه خب الان واقعا اشتغال تبدیل به بحران شده برای رژیم جمهوری اسلامی، چرا که همیشه خب در طول این عدم مدیریت 40 سالشون این مشکلات رو داشتن، ولی یک زمانی بود در دهه 70 حتی تا اوائل شاید 80 ما شاهد این بودیم که قشر غیر متخصص بیکار در ایران زیاد هستن، اما همکنون در شرایط فعلی ایران قشر متخصص بیکار هم فراوان داریم، چه تحصیل کرده ها با مدارک ارشد، دکترا، مدارج عالیه، که همکنون همشون بیکار هستن و صرفاً یک عده که خونشون از بقیه رنگین‌تره و آقازاده‌ها هستن و ژن خوب، اونا هستن که صاحب شغل‌ها و مناصب دولتی و خصوصی حتی خواهند شد، نه دیگر افراد. و مورد دیگر استبداد مذهبی که الان خب 40 سال، نزدیک به 40 سال ما شاهد اون هستیم که دیگه به شکلی شده که خودشون هم به صورت علنی با بی‌شرمی و وقاحت در تریبون‌های نماز جمعه‌شون بیان می‌کنن که هر گونه مخالفت، هر گونه نقد از ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه باقی شناخته میشه، که در صحبت‌های اخیر آقای احمد خاتمی شاهد این موضوع بودیم که دیگه واقعا راه رو بستن به هر شکل انتقاد و مخالفتی، که شما جرم محاربه و باقی به شما نسبت داده میشه و مطابق اون جوخه اعدام نتیجه مخالفت و انتقاد خواهد بود، که همه اینها دست به دست هم داد تا این جنبش اخیر رو به وجود آورد، جنبشی که واقعا آوانگارد و پیشرو بود، یک قشر فرودست، قشر متعصد، همه در خیابان‌های ایران بودند و مهمترین دستاوردی که داشت، خندقی که ما بین مردم و حاکمیت بود، به نام اصلاح طلب از بین برد و الان هم با یک رشد بی‌نظیر آگاهی در بین توده‌های مردم و در بین دانشجویان هستیم. واقعیت خب یک مقدار تا قبل این قضیه، بعد 78 فضای دانشجویی مقدار علی‌خصوص در دوره احمدی نژاد خاک مرده روش پاشونده بودن، اما مجدد دوباره شروع به رویش و شکفتن کرده و این جنبش هم همراه با دیگر مردم خواهان دموکراسی، نابودی ستمهای جنسی، هر گونه تبعیض هستند و خواست قاطبه این جنبش مترقی دانشجویی سرنگونی رژیم مستبد مذهبی حاکم با تمام باندهای درونی و دستبندیهای مختلفش است، که امیدواریم در آینده نزدیک به سرمنزل مقصود برسه و قطعا با حمایتهای شما بزرگواران و سازمان مجاهدین خلق که همیشه سعی کرده در کنار مردم باشه و در بطن مردم در تمامی اتفاقات حضور داشته شاهد این موضوع باشیم. و در آخر به حرمت اینکه واقعیتش جوانها در ایران خودش رو خیلی وامدار موسی میدونن، شهید موسی، بزرگواریش، شرافتهای انسانیش، راه مبارزاتیش الگو هستن برای حداقل اشخاص مثل بنده، عرایزم رو با عهد و پیمانی که ایشون با مردم بستن به خاتمه میدم و آن اینکه حسین، ای وارث آدم و ای وارث نوح و ای وارث ابراهیم، با
تو عهد و پیمان میبندیم. هر کجا که مظلوم ستم دیده ای، هر کجا که مظلوم و ستم دیده ای دیدیم، از جان و بن دل فریاد بر بکشیم. هیهات من نزله. پیروز باشیم.